السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك لهجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولياً وحافظا وقائداً وناصراً ودليلاً وعيناً حتى تسكنه أرزكة هوى وتمتعه فيها طويلا إن شاء الله ياران وياوران و بلکه سرداران حضرت باشیم سلواتی سرداری بفرستیم <applause> <بزرد. تصفيق> اللهم محمد و آل محمد و اجل فرج نزدیک عید قدیره یعنی رابطه با ولایت رو همینقدر دوست دارید به قدری که دوست دارید انشالله در عید قدیر رابطه با ولایت در وجودمون و جانمون و عمق جانمون برقرار باشه سلوات رو بلندتر بفرستیم اللهم صل على محمد و آل محمد همین دل آدم حال میاد این صلوات دل آدم حال میاره خستگی آدم رو در میاره انشالله همیشه با صاحب صلوات محشور باشید در خدمت دوستان بودیم و در خدمت آیات شریفه قرآن از آیات 108 تا 115 و به آیه 115 هم که آخرین فرازه آخرین آیه این فراز آیه آیات بود رسیدیم بحث در یهود بود و به تبع اهل کتاب و بعضا مشرکی در این آیه شریفه که میفرماید که الله المشرق و المغرب فعین ما تو بلو فسم وجه الله ان الله واسع علیم زیل این آیه شریف وارد شده که این آیه در جواب همون مسئله بود که یهود در رابطه با قبله شروع کرده بودن به تعییر و اشکال تراشی برای پیغمبر اکرم و تعییر به مسلمانان که قبله شما اگر اون قبله درست بود این قبله چیست پس معلوم میشه که احکام شما احکام الهی نیست چون نسخ شد چون تغییر پیدا کرد معلوم میشه الهیت در کارتون نیست و از این سری تبلیغاتی که اینها خیلی ناراحت شده بودند چون احساس میکردن قبله مال اونها بوده و مسلمان ها از قبله اونها روگردان شدند در اون حالت احساس طلبکاری میکردند احساس فضیلت میکردند احساس برتری و احساس نیاز مسلمانان به اونها رو میکردند با این کاری که خدای تبارک کرد همین اشکالات اینها رو که اومدن در دین وارد کردن و به نبی اکرم و به مسلمانان این اشکالات وارد کردن همین اشکالات پایه یک سری جوابهایی در قرآن شده که چند جواب تا به حال یکی همون مانن سخ من آیت اونون سها نعت به خیر منها قاعده های عظیمی رو پیریزی کرد در عقاید مسلمانان که همون جایی که اونها قصد تعییر داشتن و ضعف مسلمانان و دین اسلام میدیدند همونها شد شد نقطه های قوت نقطه های عالی مطرح شدن اسلام از جمله اون آیه بود و آیاتی بود که بعد از اون گذشت و از جمله این آیه شریفه که میفرماید ولله المشرق والمغرب فاینما تولوا فثم وجه الله ان الله واسع علیم که عظیم ترین معارف توحیدی و الهی رو در همین چند جمله کوتاه خدای تعالی مندمج کرده و برای ما به ارمغان توسط پیغمبر اکرم و توسط وحی برای ما فرستاده که مشرق و مغرب که به لحاظ نسبیت تمام عالم رو فرا میگیره چون انسان در هر جایی که باشد مشرقی دارد و مغربی در هر حالی که باشد مشرقی دارد و مغربی همه جا رو فرا میگیره به فرمایش مرحوم علامه غیر از دو نقطه حقیقی شمال و جنوب دو نقطه حقیقی شمال و جنوب تقریبا تمام نقاط دیگر کره ارز را مشرق و مغرب فرا میگیره غیر از اینکه مشرق و مغرب در اینجا فقط انحصار به کره ارز ندارد انسانی که در حقیقت میتونه طلوعش و غروب در کرات دیگر رو داشته باشد انسانی که میتواند فرا ارز حرکت بکند تصور بکند و اونجا قرار داشته باشد مشرق و مغرب به لحاظ او دیگه از طلوع و غروب خورشید فقط خارج میشه لذا لله المشرق والمغرب از استفاده از اون چیزی است که عرف میشناسد و گسترشش به اون چی که که نمیشناسد لله المشرق و هر نقطه‌ای که شما در نظر بگیرید مالکیت مطلقه او مربوط به خدای تبارک و تعالی است یعنی آنچه که به عنوان شرق و غرب شمال و جنوب زمین و آسمان بالا و پایین جهات متعدد در نظر بگیرید مالکیتش مربوط به خداست اونم چه مالکیتی؟ آیا مالکیت یعنی این که اونجا هم جز املاک خداست؟ یا نه خدا مالک آن است به نحو قیومیت مالک به نحو قیومیت یعنی حاضر است مالک به نحو اون که ما میشناسیم اعتباری من ممکنه زمینی داشته باشم در جایی که حالا کو تا یه زمانی در حقیقت به اونجا برم و من اونجا باشم اما مالکیت قیومیه یعنی قوام اون ارز قوام اون شرق قوام اون غرب قب... قوام اون نقطه به خدای تبارک تعالی است نه اینکه تو سند زدن به نام اوست این لله المشرق و یعنی قوام مشرق و مغرب حقیقت و بود مشرق و مغرب به بود حق است مالکیت مطلقه و حقیقی یعنی این اگر مالکیت مشرق و مغرب مربوط به حق است لله المشرق و پس خدا همه جا حاضر است چون مالکیتش حضور بود نه مالکیتش مالکیت اعتباری قبالعی و نوشتاری بلکه مالکیت مالکیت حقیقی بود اگر مالکیت حقیقی بود حضور مطرح بود اگر حضور مطرح بود پس خدا هر جا که رو کنید هست این قبله تکوینی است قبله تکوینی یعنی هر نقطه که انسان رو کند اونم نه به معنای اون که اون طرفی که نگاه می کند از این بالاتره ان الله یحول بین المرء و قلبه اقرب نحن اقرب اليه من حبل الوريد اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون نحن اقرب اليه من حبل الوريد درست اقرب من حبل الوريد این رابطه که هر جا رو کنی چه اون که رو کرده چه اون جایی که دیدی چه اون مسافتی که در رو کرد همه اینها در حقیقت مالکیت مطلقش مربوط به حضرت حق و حضور حضرت حق اونجاست و اگر حضور است قبله و توجه محقق شده است لذا اینما تولو هر طرف که رو کند هر طرف که در حقیقت نگاه بندازد فسمه وجه الله اونجا چی هستش؟ وجه الهی آیا با این نگاه پشت کردن به خدا معنا میده؟ پشت کردن به خدا معنا میده؟ پشت کردن فقط در نگاه بیننده امکان پذیره نه در واقع و وجود چرا چون خود پشت کننده طرفی که در حقیقت پشت کرده و رو کرده به سمت دیگری به کجا رو کرده به عدم که رو نکرده که اگر انسان رو کنه هر طرف رو کنه عالم وجود هست یا نیست لله المشرق والمغرب اگر لله المشرق والمغرب هستش پس در حقیقت حضور حضر لذا اون لا علم المدبرون انی، مدبرون انی نه پشت کردن به من رو به طرف دیگری کردن بلکه در نگاه ادراکیشون پشت کردن به من نه در نگاه وجودیشون و الا سماوات و عرض در حقیقت تائه اند نسبت به خدای تبارک و تعالی هیچ کدام در حقیقت روبرگردان نیست روگردان نیستند این نگاه که لله المشرق و المغرب این لله المشرق والمغرب خیلی در حضور انسان در جایی که در حقیقت انسان داره توجهش رو میخواد به خدا جلب بکنه خیلی اثر گذاره تصور بکنه اول مشرق و مغرب اعتباری را اب نداره از اینجا شروع بکنه برای توجه اب نداره ولی کم کم به این متوقف نشه از این عبور بکنه تا اینکه تمام مراتب عالم رو و خودش رو و مراتب خودش رو حضور قلب فرا بگیره البته یعنی توجه بکنه که رو به خدا ایستاده اب نداره تو نگاه اول اما اگر به این متوقف بشه در اینجا بمونه غلطه برای شروع ابن رضای یک کسی داشت عبور میکرد داش میگفت به خدایی که ورای هفت آسمان و زمین است قسم مثلا فلان امیر علیه السلام از پشتش عبور میکرد زد پشتش حاجی خلاصه حالا ما حاجی شما میگی حاجی چی داری میگی گفت دارم به خدا قسم میخورم خدایی که ورای هفت آسمان و زمین است اون کدوم خداست اون خدای ازلیه اون خدا نیست گو پس چیکار کنم کفاره این قسم چیه گو کفاره قسم فهمه اینه که بفهمی خدا همه جا حاضر است نه اینکه ورای آسمان است... لفظش هم یه خورده که دستش هم بکشه ورای هفت آسمان یعنی او خیلی دور است خدا ورای هفت آسمان دور دورا نه خدا حاضره لله المشرق و و مالکیت حقیقیه فرع حضور است یعنی همراه حضور است اونم حضور قیومیه که قوام این شی با اوست هم این بودنش به واسطه حضور اوست و بود اوست خب ولله المسرب والمغرب فاینما تولوا هر جا فسم وجه الله بحث وجه الله رو این تو این آیه باردش چون مرحوم علامه نشده ما هم وارد نمیشیم اما ایشالله تو آیاتی که بعدها وارد میشه که آیات متعددی است اونجاها مفصلتر ایشون وارد میشه اما وجه یعنی چی وجه در حقیقت اون جهتی است که مثلا اگر به انسان میگن روی انسان اون قسمت قدامی و جلویی که انسان تقریبا تمام اون توجهات دیگران به او و توجهات خودش به دیگران از این قسمت انجام میشه قدام انسان روی انسان که اون علامت انسان، شناخت انسان لذا ای کسی رو پشت ببینن گاهی ممکنه تشخیص ندن اما از جلو که میبینن از رو که میبینن تشخیص میدن که این فلانی بود درسته این قد... اما نسبت به خدای تعالی آیا وجه و غیر وجه داری لذا یک کسی اومدن سلام علیکم الله اومدن پیش امیر مؤمنان علیه السلام گفتن آقا وجه خدا کجاست حضرت اونجا فرمودن که آتشی برف روختن گو به من نشون بدید وجه آتش کجاست وچه آتش همین آتشی که داره این ورشه اون ورشه اون ورشه از هر طرفی که نگاه بکنید آتش چیه وجه دیگه از هر طرفش تمثیل بود برای اینها تا چی بشن منتقل بشن اگر می شود یه شیء جسمانی در همین اطراف اش وجه براش متصور نباشه و همش وجه باشه یه طرفش وچ نباشه طرف و دیگرش در حقیقت یه طرف بچ باشه بقیه نباشن در یه شیء جسمانی خدای تعالی که لیس که هی شی او دیگه بالاتر از این است لذا وجه در اینجا همون رابطه وجودی است همون حقیقت وجودی است همون جهت ارتباطی است حالا تو اصطلاحات ما بهش میگیم جنبه یل ربی هر موجودی که در حقیقت با همون خزائن شی است که در اون آیه شریفه فرمود و این من شین الا اندنا خزائن و همون جهت ارتباط هر موجودی با خداست که حالا اگر بخوایم ساده ترش بکنیم توی مرتبه میتونیم بگیم فعل خدا اون حقیقت فعل و مشیت حضرت حق حقیقت مشیت حضرت حق فعل حضرت حق او میشه در حقیقت وجه الهی که از اون طریق اشیاء محقق شدن از اون طریق اشیاء مرتبطند از اون طریق اشیاء مورد تدبیرند دقت میکنید که مشیت مطلقه حضرت حق است که کان ارشهو ما که این میشه فینما ما تولو فسمم وجه الله که حالا ایشالله وجه رو توی آیات دیگه تفصیل تر بیان ان الله واسع علیم که این تعبیر واسع علیم هم تعلیله چون مرحوم علامه فرمودن که هر جا آیه ای حکمی رو ذکر میکنه تصدیقی رو ذکر میکنه قضیه ای رو ذکر میکنه بعدش تعلیل میکند بعدش اسماء الهی رو میاره اون تعلیل اون در حقیقت حکم مرتبط است و معلول در حقیقت اون اسم لذا اون اسم حاکم است بر اون حکم لذا اینجا میفرماید که ان الله واسع علیم خدای تعالی, و تعالی واسع است واسع یعنی چی با لله المشرق والمقرب توجه بکنی که وسعت حضرت حق آیا وسعت یعنی وسیع است از بقیه یا وسیع است به طور مطلق و غیر نسبتی که با اشیای دیگه بخواد داشته باشه وسیع است به طور مطلق میشه نامتناهی ان الله واسع علی الاطلاق علیم به واسطه همین وسعت چون وسعتش مالکیتشه علیمش و علمش هم از هستش وا... از در حقیقت مالکیت و علم با هم هر چند واسع بودن از شؤون علیم بودن است اما برای ما علیم بودن در حقیقت از واسع بودن استنتاج میشه، نتیجه گرفته میشه، فهمیده میشه. هر چند واسع بودن از شعون علیم بودن است چون علم در حقیقت به مرتبه فوق در حقیقت مرتبه فعل تصور چون علم ذاتی است اما واسع بودن از اسماء ذات نیست. علیم از اسماء ذات است. یعنی چه موجودی باشد، چه موجودی نباشد اما واسع بودن به لحاظ افعال معنی پیدا می کند به لحاظ فعل معنا پیدا می کند که حالا اینا ایشالله تو مفصلات دیگه ان الله واسع علیم خدای تعالی واسع علیم است که این دو تا صفت دو تا اسم برای خدای تعالی دلیل بر این است که فسم وجه الله هر طرف رو کنی و چه الهی اونجا هست چون واسع است و چون علیم است علیم کنایه از اون حضور واسه کنایه از اون مالکیت مطلق است که نه این که خدا واسه است یعنی اونجا هم شامل می شود دقت می کنید، این واسع بودن به نحو اضافه اضافه اشراقی است نه این که مثل این که این مکان وسیع است ما توش جا شدیم درسته این مکان وسیع است ما هم توش جا شدیم واسع است به لحاظ ما نه من و آنچه که در اینجاست همه در حقیقت مظهر واسع حقیم نه واسع بودنش فقط به لحاظ مکان باشد نه مافل مکان مافل مکان و مکان همه مظهر وسعت حضرت حق و واسع بودن حضرت حق هستند خب تا اینجا سوالی ندارن دوستان عرض کردم که اونها تو حالا تو بعد شاید قبل آیات اومده یا بعد میاد بیان خواهد شد که مثلا رب المشرقین و رب المغربین داریم رب المشارق و رب المغارب داریم عرض کردم که این مشارق و مغارب به لحاظ افراد مختلف مشارق و مغارب است جهاتی شمردن براش که به لحاظ طلوع و غروب خورشید مشارق و مغارب متعدد میشه به لحاظ افراد مختلف مشارق و مغارب متعدد میشه بلاحاظ در حقیقت فصول سال و ماها مشارق و مغارب چی میشه؟ مختلف میشه همه اینها در حقیقت ذکر شده برای او لذا رب المشرق و رب المشرقین و رب المغربین رب المشارق و رب المغارب هر سه کنایه از یه حقیقتی است که لله ملک و سماوات است که حضور او همه جا هستش کنایه از اون مالکیت مطلق است منتها تو اون حکم گاهی نظارت دارد بر افراد گاهی نظارت دارد فقط بر مالکیت گاهی وحدت غلبه دارد گاهی کسرت لذا حکم متعدد وارد شده حالا ان سر رب المشارق و و رب المشرقین و بحث رو انشاءالله مفصلتر اونجا عرض خواهیم کرد اینجا در شرحی که مرحوم علامه در زیل این آیات فرمودند از قول و تعالی ولله المشرق و وارد میشیم از این جادی اون قبلی ها رو گفته شده فاینما ما تو ولو حسن وجه الله المشرق و المغرب و کل جهت من الجهات حیث و کانت هر جهتی که تصور داشته باشد هر جا باشد فهیل لله به حقیقت الملک التي لا تقبل التبدل والانتقال مالکیت حقیقی تبدل بردار نیست برخلاف مالکیت های اعتباری که من میتونم مالکیتم رو از این کتاب تفویض کنم به شما و شما بشید مالکش اگر خدای تبارک و تعالی مالکیتی به دیگری میدهد به نحو تفویز نیست المالک لما است یعنی خدای تبارک و تعالی همون جاییم هم که تملیک کرده به دیگران همون جا هم مالک اوست دقت میکنید این اذن تصرفی که به دیگری داده میشه در همون حالی که دیگری و اون اذن تصرفش و اون تصرفش همه به ید قدرت اوست و تحت مالکیت اوست نه اینکه از او خارج میشه و به دیگری داده میشود لذا با همین نگاه تو تمام مراتب اون جایی که وحی میشه اون جایی که به انبیا در حقیقت قدرتی را میدهد اون جایی که به انبیا قدرتی را میدهد در تشریع در بیان در ابلاغ همه اینها المالک لما ملکه اوست درسته حتی تو نظام تکوینی اونجایی که من فکر میکنم فعلم فعلی رو دارم انجام میدم فعل خلقکم و ما تعملون شما رو و آنچه که عمل میکنید رو خدا خلق میکنه اما آیا این خلق همونجوری که قبلا گذشت باعث جبر میشه فعل ما باعث جبر میشه اگر خدا مالک بود عرض کردیم نه در طول همدیگه است و منافاتی با این که انسان اختیار داشته باشه نداره که قبلا این بحثش گذشت در همون حالی که لذا این الام بین امرین همین میشه امرون بین امر همین است که خدای تبارک همه کار است تشریعا و تکوینا درسته اما انسان معاقب و مصاب به فعلش هست و اختیار برای انسان ملحوظ است اما نه اختیار به معنای تفویض که خدا واگذار کرده باشد اختیار به معنای تفویض نیست مالکیت دیگران اگر من دست و پام رو مالکم اگر در نظام خطورات ذهنی مالک به بعضی از جهات هستم این مالکیت در طول مالکیت حضرت حق است و تفویض نیست لذا میفرماید که فهیل لله به حقیقت الملک التي لا تقبل التبدل والانتقال لا کالملک ملک الذي بين نام عاشر اهل الاجتماع که ملکیت با این تعبیر که معاشر اهل الاجتماع نشون میده ملکیت کجا محقق میشه اگر اجتماع در کار باشد اگر اجتماع در کار نباشد یک نفر در روی زمین فقط بود آیا ملکیت معنا میداد معنا میداد چون ملکیت یعنی من در حقیقت میتونم تو این تاثیر بگذارم و اثرش مربوط به من نه دیگری اگر دیگری نبود در کار خب اینجا ملکیت چه معنا داشت دقت کنید ملکیت کجا لحاظ میشه از احکام اجتماع است لذا اگر جایی تصویر شود مثلا در قیامت اونجا در حقیقت افراد زندگیشون جئتمونا فرادا باشد و لقد جئتمونا فرادا حالا تصویر فرض در اونجا ملکیت به این معنا در اونجا تصویر پیدا نمی کند اگر فرض فرادا بودن شود برای کسی در جایی ملکیت به این معنا تصویر پذیر نیست و حیث و ان ملک او ملک او تعالی مستقر علی ذات شی مالکیتش مستقر است بر ذات شی ذاتشه یعنی وجود این ذات به معنای ماهیت نیست ذات به معنای چی هستش وجودشه یعنی همه هستی او مستقر علی ذاتشه محیط به نفسه و اثره که تبیین دوبارهشه. که مستقر است بر ذاتشه یعنی چی یعنی خدا محیط است به نفسشه و اثرشه اما ما همیشه محیطیم و همیشه مالکیم نسبت به اثرشه نه به نفسشه لذا اگر این عینک مال منه من نسبت به نفس این مالک نیستم قدرت تصرف در نفس و ذات و حقیقت وجود این رو ندارم بلکه قدرت تصرفم در آثار اینه میتونم بزنم میتونم بشکنمش میتونم بهش بزنم ازش استفاده بکنم اما این حد در اکثرش در چی هستش در آثار اینه نه در ذات این که هر جوری دلم بخواد این باشد دقت میکنید این در ما نیست در انسان این نیست لا علا بله لا المستقر علا اثر الاشیا و منافع اشیا لا علا ذات اشیا ذات اشیا یعنی وجود اشیاء. دقت میکنید این ذات و معنای وجوده و ملک لا یقوم من جهت انهو ملک الا به مالکه اگر ملک مالکیت حقیقیه باشد رابطه باهاش ملک به مالک قطعا مرتبط محض است امکان گسستگی بین ملک و مالک اگر مالکیت حقیقیه باشد نداریم درست ممکنه یک کسی مالکیت اعتباری زمینی رو مالک باشد بعد بمیرن هیچ که متوجه نشه این زمین مال این بوده چون ملک به مالک وابسته نبوده که با رفتن مالک اونم از بین بره دقت میکنید و با بودنش باشد اینجوری نیست بلکه اثرش مربوط به این بود لذا میفرماید که ول ملک لا یقوم من جهت انه ملک الا به مالکه که این ملکت حقیقی است فالله سبحانه قائم على هذه الجهات محیط بها خدا بر این جهات این جهات یعنی لله المشرق والمغرب المغرب على که مشرق و مغرب است قائم است یعنی قیومیت دارد محیط بها و هو معها محیط است به این جهات و هو خدای تعالی مال جهات است هو معكم عینما کنتم هو و هو معها معیتش به معنای چه معیتیه معیت قیومیه یعنی قوام این با اون است این بیان محیط به ها هو معها همه بیان قیومیته فالمتوجه الى شیء من الجهات هر کسی به هر جهتی و به هر شیئی رو کند متوجهون الیه تعالی نه به عنوانی که این خداست ببین دو تا کلمه ساده است یکیش میشه کفر یکیش میشه توحید اگر گفتن غیر از خدا چیزی نیست لا اله الا الله درسته غیر از خدا چیزی نیست این توحیده اما اگر گفتن همه چیز خداست میشه کفر ایشون که میفرماد فل متوجه شی من الجهاد متوجهون الیه تعالی چرا چون هو معها چون او با این جهات هست درسته هو و معها یعنی قیومیت دارد مالکیت دارد این قبل از اینکه ملک خودش قبل از اینکه این ذات مربوط به خودش باشه این شی قبل از اینکه مربوط به خودش باشه ملک خداست ما هم همین گونه هستیم یعنی من قبل از اینکه مال خودم باشم و خودم خودم باشم قبل از این ملک خدا هستم چون من مرتبط و مفتقر به ربم یعنی در وجودم لحظه به لحظه با بود او بودش محقق میشه و با یک لحظه در حقیقت انقطاع فیض همه نابودیم همه معدومیم درسته اگر آنی کند نازی فرو ریزند قالب ها لذا میفرماید که فل متوجه الی شی آیا شی به معنای این مقید یعنی اینو که نگاه میکنه خدا میبینه یا نه فالمتوجه متوجه الی شیء من الجهاد متوجه الیه تعالی چون میداند که قیوم این خداست مالک این خداست درسته این قائم است بودش به خدای تعالی چون این است در حقیقت ول متوجه این وجود قبل از اینکه مال خودش باشه مربوطه به اوست فالمتوجه متوجه الیه متوجهون الیه تا متوجهون الی شیء من الجهاد متوجهون الیه تعالی درست شد یا نه تصویر درست رو گرفت یا این موقع قلب قل برداشت غلط نشه که مرز بین گاهی کفر و ایمانه سوالی ندارن دوستان بله نه الان کاری به وحدت وجود نداره الان کاری به وحدت وجود نداره اینجا اینجا اگر کسی به وحدت وجودم قائل نباشه به این میتونه قائل باشه این درسته کاری به اون نداره هرچند بحث وحدت وجود یه بحث اون جهت صحیح تصویر بحث وحدت وجود یه بحث ایست مستدل و برهانی جای خودش اما این کاری به وحدت وجود الان نداره متوجه الی شیء من الجهاد اشیاء کسرات موجودند دیده میشن اما قبل از این که این شیعی که از جمله کسرات هست مال خودش باشه مال خداست خالق است دیگه خالق سماوات و الارض مگه او نیست نه خالقیت به معنایی که بعضی از متکلمین اشعری میگفتن که خدا کوک کرد این ساعت رو و دیگه حالا خدا دیگه کاری نداره اگر خدا بخوابم دیگه این ساعت داره کارشو انجام میده که ما اینو قائل نیستیم که یعنی میگیم لحظه به لحظه آن ف آن افاظه وجود رو میتلبد و ابقاء وجود رو یسأله من فی السماوات والارض کل یوم هو و ولما و کان المشرق والمغرب جهتین اضافیتین شملتا و سایر الجهاد چون این دو جهت دو جهت اضافی هستن نه دو جهتی که خاص بگیم اینجا و آنجا اضافی هستن یعنی شما اینجا وایسی مشرق و مغرب بری اون واره کره ارزباسی مشرق و مغرب اگر بری در زم... مثلا، کشور دیگری مشرق و مغرب چون جهت اضافی هستند شملت و سایر جهات تقریبا چرا تقریبا از لا یبقا خارجا منهما الا نقطتا الجنوب و شمال که میتونیم بگیم اون نقطه مرکزی قطب شمال و جنوب رو شاید در حقیقت بگیم که چی هستش شامل نشه خود اون نقطه حقیقیشون رو که اون نقطه رو فقط و الا یه خورده این ور اونورش همه جز باز دوباره چی میشه مشرق و مغرب محسوب میشه ولی ذالک لم یقید اطلاق قوله فاینما فا تغیید نخورده پس اطلاق دارد اینما یعنی همه نقاط اینما یعنی همه نقاط منطق غیر از اینکه این خودش یه اصطلاحه که وقتی میگه لله المشرق والمغرب یعنی همه جا دقت میکنید هم معلومه تو نظر عرف فاینما فا بهما اطلاق قل فاینما فا بلى ولذلك لم يقيد <applause> اطلاق <applause> قوله فاينما بهما بمشرق ومغرب بان يقال اينما تولف منهما فكان الانسان اينما ولا وجهه فهناك اما مشرق او مغرب فقوله ولله المشرق والمغرب بمنزله قولنا ولله الجهات جميعا وانما اخذ بهما مشرق رو أورد لان الجهات التي يقصدها الانسان بوجهه انما تتعين چرا این مشرق و مغرب رو گفت نفرمو شمال و جنوب چون انسان وقتی که رو میکنه و میخواد بشناسه با طلوع و غروب خورشید راحت ترین راه شناخته یعنی ابزاری که همه انسان ها به او دسترسی دارن که چشمه و طلوع و غروب خورشیده رو واسطه قرار داد نه بیاد ابزار دیگر رو که شمال و جنوب رو معیار قرار بده تا انسان شناختش براش در روزی که در حقیقت مثلا ستاره ها نیستن کمند ابر نتونه تشخیص بده لذا میفرماید که ال... این نکتهش هم دقیقه ها یعنی خدای تعالی ملموس ترین نزدیک ترین که برای همه امکان پذیر باشه نه فقط کسانی که ابزاری در دست دارن نه فقط کسانی که شناخت دارن برای همه اخذ به ما لان الجهات التي يقصد الانسان به انما ان متتعين به شروق الشمس و غروب و سائر الاجرام الالویه ال منیره که حالا گاهی ماه باشه گاهی در حقیقت ستارگان باشد خب فقول و فسم وجه الله فیه وضع و الحكم فی الجزا موضع الجزا و تقدیر میگه اینجا علت حک رو در جزا قرار داد علت حک رو در جزا به جای در حقیقت جزا علت حکم رو قرار داد چرا اینجوری بوده تقدیر والله اعلم فاینما تولوا هر جا رو کنید جاز لکم ذلک جایز است برای شما این در حقیقت چی بوده حکم بوده فاینما فا تولوا جاز لکم ذلک فان وجه الله هناك علتش اینه چون علتش این است که همه جا وجه خداست هر جا رو کنید جایز است درسته با این نگاه ان وجه الله هناك رو آورد جای جاز لكم قرار داد و یدل الله هذا تقدیر تعلیل الحکم به قول تعالی ان الله واسع علیم که اینم علت اصلی میشه ای ان الله واسع الملك والاحاطه علیمون به قصودکم توجه اینما توجهت این قصود اینما توجهت این قصود لا کل واحد من الانسان او سائر الخلق الجسمانی که لا توجه الی الا اذا كان في جهت خاصه ولا انه يعلم توجه القاصد الی یعلم توجه القاصد الی الا من جهت خاصه من وقتی که روم به شماست میتونم شما رو در حقیقت کار بکنم ببینم از پشت سرم اگر اتفاقی بیفته تو اونجایی که که توهیته دیده من نیست توجه نمیتونم پیدا کنم نمیتونم بفهمم گوش من اصوات رو از جهاتی که وارد میشه میفهمه اگر یه چیزی باشه تو رصد گوش من نباشه نمیفهمم درسته اما خدای تعالی این حد و حصرها در نظام علم او نیست هر جا که اینا نشون دهنده همه نامتناهی بودن وجود حضرت حق است که قرب و بود در علم او احاطه او نزدیکی و دوری او راه ندارد از طرف خدا قرب و بود نیست نسبت خدای تعالی نسبتی در کار نیست اما نسبت خدای تعالی با همه موجودات سواس. چون نسبت نامتناهی با همه موجودات سواس. هیچ موجودی به خدا نزدیکتر از موجود دیگر به خدا نیست از جهت اینکه نسبت با خدا داشت اما از جهت قرب و بعد ادراک قرب و بعد وجودی کمالات البته یکی میشه نبی اکرم که دنا فتدلا و کان قوب قوسین دیگری در حقیقت میشه ابو جهر درسته او در عرزین سفلا در اون قعر جهنم و نار قرار داره که مکان بعده این در قرببود قرب بود به لحاظ نسبت های ما با هم دیگه است نه به لحاظ چی نه به لحاظ نسبت هر کس با خدا نسبت هر کس با خدا قرب بود راه ندارد تو نسبت وجودی تو نسبت ادراکی و علم و معرفت و کمال قرب و بود راه دارد بعد میفرماد در اینجا و علم ان هازت و توجه کل توجه الی الله پس توجه به هر جهتی توجه به خداست یک معلوم له سبحانه دو واسه معلوم له سبحانه در بحث روایتی که در اینجا ذکر شده ذکر میکنند که شاید این لله المشرق والمغرب عینما و فثم وجه الله برای در حقیقت چی باشه نمازهای نافله باشد که نمازهای نافله رو پیغمبر اکرم وارد شده گاهی سوار بر مرکب بودن و به سمتی غیر در حقیقت کعبه یعنی از مکه می به سمت مدینه نمازهای نافله رو می و اینجا لله المشرق و المغرب صدق می کرده و این متولوف هستن موجه الله صدق می کرده. یک دو تا روایت اینجوری آوردن بعد میفرماید که و علم انکه ازا تصفحت اخبار عیمت اهل البید حق تصوح این دو تا قاعده در اینجا میخواد نقل بکند دو تا قاعده قرآنی خیلی عظیمه. تو همین چند دقیقه ایشالله این دوتا قاعده قرآنی رو در اینجا میگیم ولی دقت بکنید خیلی کار میرسه کسانی که دنبال این هستن گاهی یه موضوع جدیدی پیدا کنن روش کار بکنن بتونن در حقیقت در نظام قرآنی کار نشده انجام بدن این دوتا قاعده که به هم مرتبطه میتونه در حقیقت چی باشه؟ یک سوژه خوبی باشه برای یک راهکار جدیدی در اینکه با قرآن بشه معانی بیشتری و استفاده بیشتری از قرآن کرد میفرماید که وعلم انک اذا تصفحت اخبار ائمه اهل البيت حق التصوح حق فی موارد العام والخاص والمطلق والمقید من القرآن وقتی که توجه میکنی به عام و خاص ها و مطلق و مقید ها در قرآن خوب توجه کنی میابی ف... می وجد تا ما تستفید من العامه حکما میابی که از عام در قرآن یا روایات حکمی در حقیقت به دست میاد و من الخاصه اعن العام المخصص حکما آخر در اونجا میبینی که در خاص حکم دیگری فمن العام مثلا الاستحباب کما هم والقالب گاهی یه حکمی رو به ظاهر وجوبی بیان شده درسته در خاصش نشون داده میشه که با اون قید واجب است نشون میده که عام وقتی که هستش بدون اون قید واجب نیست اما مستحب است حالا به اون طریقه که در مسائل هست و کذا الحال حال فل و الحرمه و القیاس بر این مسئله قیاس کن هازا اهد و اصول مفاتیح تفسیر فی الاخبار المنقوله انهم و علیه مدار و جم من قفیر من احادیسه و من هنا یمکنه که انت منها فی المعارف القرآنیه قاعدتین از همین نکتهی که همه قبول دارن و همه بهش استناد میکنن و چیز جدیدی نیست دو قاعده قرآنی استیاد میکنیم دو قاعده قرآنی چی هست؟ اهداهما ما كل کل جملة وحده و هی مع کل قید من قیودها تحکی ان حقیقت ثابته من الحقائق او حکم ثابت من الاحکام میگه وقتی شما یه جمله رو میبینی این جمله وقتی که تک تکش رو نگاه بکنی وقتی که بدون قیدش نگاه بکنی قبل از اینکه اون قیود بعدیش بیاد یک معنایی دارد و دلالتی دارد و دلالت بر حقیقتی دارد وقتی قیودش میاد این حقیقت در حقیقت چی میشه دلالت بر حقیقت دیگری میکند همه اینها در حقیقت چی هستش ایشون میفرماد همه اینها مستدل میشه در حقیقت اینها مدلول باشد مثال میزنه مثل چی که قول تعالی قول الله ثم ذرهم فی خوزهم يلعبون ففیه معان اربع الاول قل الله خود این کلام که قل الله خودش کلام چی هستش تام میست و معنا تام است و ثانی قل الله ثم زرهم قل الله ثم زرهم یعنی بقیه رو چکار کن رها کن دیگه زرهم بقیه رو و ثالث قل الله ثم زرهم فی خوزهم اونها رو بذار در خوزشون خودشون مشغول باشن تو کاری به اونا نداشته باش ببین هر کدوم یه معنایی پیدا میکنه قل الله قل الله ثم زرهم قل الله ثم زرهم فی خوزه هم. بعد قل الله ثم زرهم فی خوزه یلعبون میفرماد و اعتبر نظیر ذالک فی کل ما یمکن که آیات قرآن فی کل ما یمکن یعنی یه جایی ممکن قرینه باشه که اگر تقطی کردی اونجا معنا چی میشه خلاف اونجا رو بذار کنار که ما یمکن باشد امکان پذیر باشد صدق میکند این دلالت دارد معنا پیدا میکند اون وقت میشه از این خیلی به مسائل رو دست گاه گاهی یه جمله تامه آمده جمله تامه یه معنا میده بعد میبینید که این رو وقتی که نگاه میکنی به صورت اون تصورات اولیش یا جملاتی که این جمله تامه رو ساختن هر کدام از اینا معنای تحتش قرار گرفته تا آخری که در حقیقت جمله تامه میشه یه قاعده است اگر این قاعده رو کسی به کار بگیره اون وقت میبینه که یک دفعه معانی قرآن و اون چی که از قرآن استفاده میشه مثل همین آیه شریفه که هر کدام یک منشئی یک کلامی است یک بیانی است یک در حقیقت تطبیقی با آیات دیگه پیدا میکنه الا ماشاءالله میشه و ثانیه دومیش چی هستش که ان القصتین اول المعنیین ازش ترکا اینم یه قاعده دیگری است که خیلی کاربردیه تفسیر قرآن به قرآن ایشون یکی از مبانیش اینه ازش انل ان اول او ازش ترکا فی جمله او اگر در دو قصه یا دو معنایی که داره یه قرآن بیان میکنه ازش ترکا فی جملت او نهوه ها تو این دو تا قصه که داره بیان میکنه یه جمله واحدی رو آورد یا نهوه جمله مانند شبه جمله مثال واحدی رو آورد مثلا تو میرید تو هر دو یه مثال واحدی رو آورد تشبیه واحدی رو آورد مثلا بعضی جاها به ای آلاء ربکم اتو که دیدی تکرار میشه یه جمله تکرار بشه یا بعضی از آیات تو چند سوره تکرار شده عینا میگه هر جا این شباهت تکرار شد در جمله یا نحو جمله مثل مثال و امثال اینها میگه این دلالت دارد فهما راجعانه الا مرجع این واحد نشون میده این دوتا نسبت به این مسئله یه مرجعیت واحدی تو بینشون هست یعنی یک م... مبدعیت واحدی تو بین این هر دو هست که دلالت بر این کردن که این یه بیان خیلی عالیه نزیر زال... و اعتبر نظیر زال و هازانه سران این از اسرار در حقیقت این دو تا قاعده از اسرار قرآن است که تحت هما تازه اسرارون این مال کسی است که قرآن رو یک حقیقت واحد و نازل یافته از یک منشأ واحد میداند و ناظر به, به حقیقت واحد می به حقیقت واحد میداند و از اون طرف میداند که خدای تبارک و احاطه کامل دارد در بیان اگر میخواست غیر از این باشد اشتباها و نسیانا جمله تکرار نشده تکرار در حقیقت چی هستش مدخلیت دارد و حکم دارد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته یا سلوات نفرستین یا اگه میفرستین کام